سلام تیم نهال، چطورین بچه‌ها؟ به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری اون افکت رو که دیدین، یعنی جذب این حالت این پخش شدن جوهر و اینا رو بسازیم. بچه‌ها این افکتی که دارم بهتون یاد میدم خیلی ساده است و برای هر چیزی میتونید استفادهش کنید، برای فایل الستریتور، فتوشاپ، نوشته، لوگو موشن یا هر چیز دیگه. خب که اصلا خیلی لوگو موشن های مدلی هم هستش که میتونی ازش استفاده کنی. ترفند کلا همشون همینه که بهتون یاد میدم. اوکی، پس بدون هیچ منطلی بزنید. خب بچه ها، من یه کامپوزیشن درست کردم اینجا، خیلی مهم نیست. یه نیو میزنم، یه رنگ سالید، بک‌گراندتون هر رنگی که دوست دارید باشه. من مثلا بذارم بنفش بهش بدیم، بد نیست، میذارمش رو بنفش. اوکی میکنم. من 1000 در 1000 گذاشتم بچه‌ها این حالا موشنم رو، و با تکست تکستی که دوست دارید رو مینویسید، حالا هر چیزی که مد نظرتون هست بنویسیدش. و بهتره که بچه‌ها برای این فونت یه ذره کوچیکش کنم نوشته رو. خب یه فونت دیگه من برمیدارم. این فونت الان فونت آوینیه. این فونت خود شبیه انگار که مثلا با یه قلم روی چیزی کشیدیم، با من دست بعد این الان خیلی شارپه. خب انقدر شارپ نمیخواییم باشه، بگیم حس طبیعی بودنه. کامرا لنز بلر رو از پریست ها انتخاب میکنیم و اینو اد میکنیم روش. حالا هم ببینید این افکتش خوبه، مقدارش خودتون کمترش هم بکنید، خیلی لازم نیست، بکنم دو بستشه. آره یه کوچولو اون حالت شارپیش رو ازش بگیرید بچه. خب حالا ببینید بچه ها، اینجا ما یه دونه بلر مپ داریم که لایهش رو میتونید انتخاب کنیم که حالا انجام میشه. این رو ما میاییم با یه لایه سالید ایجاد میکنیم، رنگش مهم نیست، رنگش رو بهش میدیم. اینجا گرادیانت رو سرچ کنید، و گرادیانت رو هم پر انتخاب میکنیم و میزنیم به این. خب ببینید یه حالت سیاسفت میره. این نقطهش هم میذاره من بکشم کنار و اینطوری باشه. خوبه. خب حالا اینو خاموشش میکنیم، میایم توی نهال، اینجا لیرش رو میذاریم روی لیر اورنج سالید و اینجا هم میذاریم روی افرنت همست. و اگر من این ریدیسش رو زیاد کنم، میبینید که شما اینجا هرچی رو به سفیدی میره محفتر میشه، هرچی رو به مشکی میره محفیش از بین میره. خب خب حالا سالیدکار رو انجام میدیم. اینو سالیدکار رو که انتخاب کردیم، ببینید بچه ها گفتیم که هر جایی که سیاه‌تر بود، ببینید هر جایی که سیاه‌تر بود شارپ‌تر بود، هر جایی که سفید می‌رفت اون شارپ بیشتر. این تقریبا نزدیکه، مثلا اون چیزی که ممکن نداره اینو دیلیتش می‌کنیم. برای اینکه اون حالت رندوم رو انتخاب کنیم، پرکتیکال رو می‌زنیم، پرکتیکال نویز رو بهش اضافه می‌کنیم و ببینید این حالت هست. و من اگه اینو خاموشش کنم الان، میبینید که تقریبا نزدیک شده به اون چیزی که ما میخوام، یعنی اینجوری دون دونه با اینا. خب حالا اینو ببینید بچه، اینجا حالتهای مختلفی هستش که میتونید ازش استفاده کنید. ببینید حالتش فرق میکنه، هر حالتی رو انتخاب کنید حالت نویزتون فرق میکنه. ولی اینجا من سمری رو انتخاب میکنم که این باشه و حالا میام یه کوچولو حالتش رو، تنظیماتش رو بیشتر و کمتر میکنم به اون چیزی که میخوایم نزدیکترش. مثلا کانترستش رو بیشتر میکنم. و اینجا میام سایزش رو هم عوض میکنم. ببینید سایزش اینجاست، اسکیلش رو مثلا میذارم 500، اسکیلش اینجوری میشه. حالا ببینید چه اتفاق میفته، یه جاهایی کمی یه جاهایی زیاده. فکر کنم اسکیلش رو حتی میتونی بیشتر هم بکنید. بذاریم باید موارد بازی کنید بچه ها، ببینیم به نوشته شما بیشتر کدوم میاد. خب من این حالت رو دوست دارم، بر من رو 132
اینکه گفتم تا 500 ببرینش بالا برای اینکه ماکسیمومش بود بچه ها، ولی خب باید ببینید که یعنی ماکسیموم چیزی که من باش کار کرده من تو حالت زمان ما تا باید باش کار کنید ببینید که تو چه حالتی بهتر میشه. و حالا که این اتفاق افتاد میایم کیفری میسازیم. خب حالا اینو ما خاموشش میکنیم، میایم روی نهار. اینجا ما برنج بریدیسش رو میزنیم، این قسمت رو شو برابر صفر قرار میدیم بچه ها که کاملا شارپ باشه، و بعد میاریم تا هر ثانیه که دوست داریم اونجا رو زیاد خب و ببینیم اگه یورو بزنم هستش، نگه میداریم کی فریم اسیستنس و ایزی ایزش میکنیم که نرمترم بیاد و ببینید این حالتش بهتر میشه. این رو من ترجیح میدم یک کوچولو بیارمش نزدیکتر. خب بسیار هم عالی، دقیقا اون چیزی شد که ما میخواییم. به همین راحتی امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت جزون نره، این ویدیو رو حتما سیوش کنید برای موشن گرافیک یا برای کارتای لوگو موشن و اینجور چیزا، خیلی به دردتون میخوره و کلا خیلی قابلیت جالبی داره که میتونید ازش استفاده کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما با دوستای دیگه هم به اشتراک بذار. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا.